با سلام به همه شما دوستان و بینندگان این برنامه. همانطور که مورد توجهتون هست، در چند ماه گذشته ما متمرکز بر مبحث تاریخ بزرگ هستیم و قصدمون معرفی و توضیح این پروژه و این مبحثه. تاریخ بزرگ مبحثیه که همه چیز رو از ابتدای به وجود اومدن، از ابتدای بیگ بنگ یا انفجار بزرگ شروع میکنه و در 8 مرحله از مراحل به وجود اومدن کهکشان ها، منظومه خورشیدی، حیات، حیوانات، انسان ها و جوامع انسانی عبور میکنه و به آخرین دوره که جوامع متمدنه میرسه. ما در برنامه گذشته قسمتی از این داستان رو با هم مرور کردیم در رابطه با دوران کشاورزی. آخرین قسمت برنامه‌مون بود و دوره اول کشاورزی با هم خصوصیاتش رو بررسی کردیم. پروژه تاریخ بزرگ مشخصاً معرفی و وارد کردن این مبحث درسی به مدارس و دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشیه. این پروژه توسط مدیریت دیوید کریستین و با مدیریت مالی بیل گیتس انجام شده از سال 2010 و همکنون بیش از 800 مؤسسه در حال تدریس این پروژه هستند و هدف ما اینه که این پروژه رو به جامعه فارسی زبان معرفی کنیم و در زمانهای آینده هر موقعی که امکانش باشه این مبحث وارد مباحث درسی مدارس در ایران هم بشه. اما برنامه امروز ما یک نگاه کلی میخواییم بکنیم بر تاریخ بزرگ و اونچه که تا کنون راجع بهش صحبت کردیم. ما از قسمت‌های مختلف این تاریخ صحبت کردیم و گذر کردیم. میخواییم ببینیم که آیا مکانیزم‌های کلی که در این پروسه وجود داره، قوانین کلی آیا وجود داره و اگه وجود داره ما چجوری میتونیم اینا رو تعریف کنیم و چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. بنابراین تمرکز برنامه امروز چند مکانیزم و پروسه مهم تاریخ هستیه. ما امروز مشخصا 4 تا از این مکانیزم ها رو مرور میکنیم. اول تکامل یا دگرگونی طبیعی، evolution by natural selection. من سعی میکنم به جای evolution by natural selection فقط واژه دگرگونی طبیعی رو به کار ببرم. دومین مکانیزم پروسه تغییرات غیر ژنتیکه که در انگلیسی بهش epigenetics گفته میشه. سوم تغییرات فرهنگی یا cultural symbolic evolution و چهارم پروسه و جریان پیچیدگی، جریانی که همه چیز از سادگی به سمت پیچیدگی پیش میره، complexity. ما هر کدوم از اینها رو توضیح میدیم و در انتها سعی میکنیم که یک نگاه کلی از اینها داشته باشیم. اما اولین مکانیزم تکامل، دگرگونی طبیعی، evolution با natural selection. در ابتدای چند نکته رو راجع به چگونگی دگرگونی طبیعی با هم در میون بذاریم. اولین نکته اینه که اِوولوشن به معنای دگرگونی و تغییره، نه کامل و بهتر شدن. ما در فارسی در مقابل لغت اِوولوشن لغت تکامل رو به کار بردیم که به معنی بهتر شدن و پیشرفته، اما اِوولوشن همونطور گفتیم این معنی رو نمیده. بنابراین دوچار این اشتباه نباید بشیم. نکته دوم اینه که تئوری دگرگونی طبیعی یک فرضیه نیست، بلکه یک حکم ثابت شده است با شواهد فسیلی، ژنتیکی، شواهد آناتومی تطبیقی و جنینی و بسیاری شواهد دیگه. در انگلیسی لغت تئوری همون لغتی که در فارسی تئوری معنا میشه و معمولا با لغت هایپوتسایز یا هایپوتسیس که یک فرضیه است اشتباه میشه. فرضیه میتونه یک عقیده یک شخص یا یک گروه در مورد یک مسئله خاصی باشه که گروه دیگه، باقی دانشمندان یا افراد راجعش نظرات مختلفی میدن و یک جواب نهایی از توش در میاد. اما لغت تئوری که در علم ازش استفاده میشه به این حالت به وجود اومده که چون این
نظریه ها اول به صورت تئوری بوده، به عنوان تئوری به اسمش بوده، مثل تئوری نسبیت و یه سری تئوری های دیگه که در واقع اینا تئوری به معنی فرضیه نیستن. بنابراین اگر کسی به شما گفت اینا هنوز تئوری ثابت نشده، دلایل بسیار قاطعی داریم که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. اما توضیح دگرگونی طبیعی به صورت خلاصه، ما قبلا توضیح دادیم که بدن موجودات متشکل از یک مولکول اساسی، پروتئین. پروتئین مولکولیه که نقش‌های مختلفی داره، نقش‌های ساختمانی توی عضلات، نقش‌های آنزیمی و بسیاری کارهای دیگه. هر پروتئین متشکل از 20 آمینو اسیده. همچون که در این سلاید میبینین، آمینو اسید ترکیبیه که از کربن، اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن درست میشه. و 20 آمینو اسید که در بدن ما استفاده میشه، تعدادی از آمینو اسیدهایی هستن که در طبیعت وجود دارن، ولی این 20 به طور مشخص در بدن انسان ساخته میشن. و پروتئین مجموعه‌ای که همینطور باز در اسلاید بعدی میبینیم، هر آمینو اسید در کنار آمینو اسید دیگر به صورت یک زنجیره قرار میگیره و اولین شکل و ساختمان اولیه پروتئین ساخته میشه. بعد این زنجیره به انواع مختلف به دور خودش پیچیده میشه، همینطور که در شکل بعدی میبینیم، ساختمان سکندری، دوم و ترشیری، ساختمان بعدی پروتئین به وجود میاد. یعنی با در هم پیچیدن مولکول پروتئین اشکال جدیدی به وجود میاد. و در این سلاید تعداد از این پروتئین های مختلف رو میبینیم که بسیار پیچیدن، بسیار بزرگن و در نقاط مختلف بدن در حال انجام وظیفن. اما دستور عمل ساخت پروتئین ها از آمینو اسید ها به صورت کد در داخل ژن وجود داره و این به این صورته که هر آمینو اسید داره یک کد 3 حرفیه. ما 4 تا کد اصلی در بدن انسان داریم: تایمین، سایتوزین، ادنین و گوانین. البته تایمین بعض وقتا با یوراسیل قابل جابجا شدن. این کدهای 3 حرفی هر 3 تا حرف مشخصه یک آمینو اسیده. در این سلاید همچون که میبینیم، مثلا ATG یک آمینو اسیده، GCT یک آمینو اسیده دیگه، ACU مثلا یک آمینو اسید بعدیه. و در این سلاید میبینیم که هر 3 حرف نشوندنده یک آمینو اسیده که این آمینو اسیدها به صورت خطی پشت هم قرار میگیرن و پروتئین رو میسازن. بنابراین هر سلول داره یک جعبه اطلاعاتی. این جعبه اطلاعاتی اون دی ان ای که در داخل ما هست و این دی ان ای ها از موجودات به فرزندان خودش منتقل میشن. تغییرات و دگرگونی هایی که در این جعبه اطلاعاتی پیش میاد شکل های مختلفی داره. یکی از روش هایی که این تغییرات رو در این جعبه اطلاعاتی به وجود میاره، همونطور که گفتیم، موتاسیون ها یا میوتیشن هاست که به صورت تصادفی میتونه این حروفی که گفتیم یا میتونن جابجا بشن یا میتونن کم و زیاد شن، تکرار میتونن بشن و گاهی اوقات حذف میشن. بنابراین وقتی این حروف از این کد حذف میشه، آمینو اسیدهایی که میتونن بغل هم قرار بگیرن تغییر میکنه و تغییر آمینو اسیدها پروتئین های جدیدی رو به وجود میاره. و در نچرال سلکشن یا دگرگونی طبیعی اتفاقی که میفته، اطلاعاتی که مؤثرن، مفید هستن و به بچه ها و فرزندان منتقل میشن، باعث میشن که فرزندان بتونن زندگی موفقتری داشته باشن و خود دارای فرزندان و کودکان بیشتریشن و در نتیجه این جعبه اطلاعاتی افزایش پیدا کنه. مکانیزمی بسیار ساده اما مهم. بنابراین اطلاعات جدید یا ژن‌های جدید و موفق در مناطق و شرایط خاص مساویه با موجودات موفق و مناسب در همان مناطق و همان شرایط. این قسمت رو باید توجه کنین که این مؤثر بودن و موفق بودن این ژن‌ها برای یک شرایط خاصیه و نه برای هر شرایطی.
بنابراین اگه احیانا شرایط عوض بشه این مشخصات تغییر پیدا میکنه، یعنی مشخصات که یه موقعی مفید بوده ممکنه که مفید نباشه. مثلا نمونه ای که ما خیلی جالب میبینیم، ماهی ها یا موجودایی که در آب بودن و به دلایلی در چاهای زیرزمینی یا منابع زیرزمینی ماندگار شدن و اسکان دائمی پیدا کردن، به دلیل تاریکی مطلق نیازی به چشم ندارن. بنابراین به تدریج بینش، حس بینایی خودشون رو از دست میدن. البته بعضی وقتا خود ارگان چشم حتی باقی میمونه ولی دیگه کار نمیکنه و در ازاش حسای دیگه این موجودات قوی میشه. مثلا بسیار حساس میشن به حرکت آب و موجهای روی آب. بنابراین داشتن چشم همیشه چیز خوبی نیست. اگه یه جای تاریک بریم این داشتن چشم اصولا نتیجه برای ما نداره، بینایی بیمفهوم میشه. به همین صورت در انسان هم ما این مشخصات رو میبینیم. یکی از مشخصات که امروز راجبش چند بار صحبت میکنیم، تمایل انسان به شیرینیجات و چربیه. انسان در حدود 200,000 سالی که به صورت غذاکوش زندگی میکرده، منابع غذایی خودش رو ردبندی میکرده. یکی از این منابع غذایی کندوهای عسل بوده که از نظر کالری بسیار مفید بوده اما کمیاب. بنابراین انسان وقتی که به یک کندوی عسل میرسیده باید تا اونجا که میتونسته ازش استفاده میکرده و شکم خودش رو پر میکرده. و یا اگه یک حیوان شکار میکرده، بهترین مخز و استوریج و انبار مواد غذایی در چربی هاست، کالری بسیار بالایی دارن. بنابراین یخچال وجود نداشته. انسان شکار میکنه، یک حیوان بزرگی در پیش روشه، کاری که باید بکنه اینه که ماکسیموم استفاده از این غذا باید بکنه. پس در این زندگی 200,000 ساله انسان تمایل پیدا کرده که از نظر ذائقه مواد شیرینی و چربی رو به اندازه زیادی استفاده کنه. اما شرایط عوض میشه. ما نتیجه انقلاب صنعتی بسیاری ابزار مثل یخچال و انبارهای جدید داریم و شکلات ها و شیرینی های مختلف توی مغازه های مختلف در جلوی چشم هاست. در این موقع هنوز ما این تمایلات قبلی رو حفظ کردیم، اما در این زمان این تمایلات دیگه مؤثر و موفق و لازم نیست. این همونیه که در اِوولوشن ما بهش گفتیم، در دگرگونی طبیعی هر مشخصه‌ای برای شرایط خاصی. اگه شرایط عوض بشه این مشخصات میتونن مضر باشن. اما در کل دگرگونی طبیعی موتور اصلی تغییرات در حیات بوده از زمانی که ژن‌ها ظاهر شدن و تا زمانی که مغز انسان یک پروسه جدید شروع کرده که بهش میرسه. دومین مکانیزمی که میخوایم امروز راجعش صحبت کنیم، پروسه تغییرات غیر ژنتیک که در انگلیسی اپیژنتیکس گفته میشه، یعنی آنچه که روی ژن قرار داره، ماورای ژن قرار داره. دو مثال مشخص برای شما امروز دارم. یکی الف، تکامل اعصاب و یادگیری شخصی. هنگامی که در پروسه دگرگونی طبیعی حیوانات به یک نقطه میرسیم که حیوانات احتیاج پیدا میکنن که به محیط خارج از خودشون رابطه سریع تری داشته باشن، هر استیمولس یا واکنش که از خارج به بدن اینا وارد میشه بتونن جواب و عکس العمل سریع داشته باشن، در این پروسه ما اعصاب رو میبینیم که در حیوانات ساخته میشه و سلسله اعصاب و سرانجام به مغز. مکانیزم پروسه اعصاب و یادگیری شخصی به این صورته که حیوانات بر طبق تکامل ژنی اطلاعات رو در جعبه ژنی خودشون حفظ میکردن، اما یک سری اطلاعات هست که این موجودات نمیتونن در این جعبه ژنی جا بدن. اینقدر اطلاعات سریعه و زیاده که مکانیزمی نداریم که به اینا در اطلاعات ژنی حفظ بشه. یادگیری شخصی روشی بوده که حیات پیدا کرده به وسیله سلسله اعصاب تا بتونه یک تعداد محدودی از رفتار و
عکس العملاش رو بتونه حفظ کنه، یاد بگیره و تکرار بکنه. یکی از مثال‌های خوب یادگیری شخصی در شامپانزه و یا یک نوع بونوبو که این موجودات در گروه‌های خاصی یاد می‌گیرن که گردو یا میوه‌هایی که پوسته کلفتی دارن بتونن روی جای مخصوص روی سنگی بزنن و با یه سنگ دیگه اینو بشکنن. گروهی از شامپانزه‌های دیگه در مناطق دیگه ممکنه از این رفتار بی اطلاع باشن و اگر ما یه نفر رو به اون گروه معرفی کنیم، این رفتار میتونه در اونها هم شکل بگیره. یعنی نشون میده که این رفتار شخصی میتونه در بعضی از حیوانات یادگیری شخصی انجام بشه. مثال دوم در مورد تغییرات غیر ژنتیک یادگیری های دوران کودکیه. واژه ایمپرینتینگ در انگلیسی تا حدی اینو توضیح میده. در مقاطع خاصی در کودکی هست که اون موجود زنده میتونه یه سری چیزها رو به سرعت یاد بگیره. قبلا اشاره کردیم که مثلا در بسیاری از پرندگان اولین موجودی بزرگی که در جلویشون شروع به حرکت بکنه، اینا به عنوان مادر خودشون فرض میکنن، حالا حتی اگه اون موجود یک انسان باشه و یا یک حیوان دیگه مثل گربه یا سگ. و مثال دیگه اینه که این حیوانات، مثلا خرگوش در موقعی که بچه داره یه مواد غذایی خاصی و مثل کاهو و بلال یا مواد غذایی دیگه ای که میدونه مناسبه به این بچه ها میده. این کودکان از بوی این غذاها میتونن این یادگیری رو داشته باشن که بعدن خودشون که دنبال غذا میرن کدوم مواد غذایی دنبالش برن و کدوم مواد غذایی ندن. این از طریق ژنی نیست، این اطلاعاتیه که بچه ها در این موقع خاص یاد میگیرن، ایمپرینت میشه بهش. و البته این مثال در مورد ما انسان ها هم صدق میکنه، همه ما دستپخت مادران خودمون رو بهترین غذا میدونیم، دستایی که خب نمیتونن همه مادرها بهترین دستپخت داشته باشن و این به علته که در دوران خاصی اون ماده غذایی بهترین حس چشایی و مزه رو برای ما به وجود آورده. پروسه بعدی تغییرات فرهنگیه، cultural یا symbolic evolution. یک بیولوژیست معروف داکینز این مکانیزم رو با مکانیزم ژنتیک مقایسه کرده و واژه میمتیکس رو براش استفاده کرده. اما این مقایسه ببینیم به چه صورت بوده. ما گفتیم که در دگرگونی طبیعی جعبه اطلاعات ما مجموعه ژنی ما بوده و اون دی ان ای اطلاعات بر روش ضبط می شده و منتقل می شده. در انقلاب فرهنگی این جعبه از ژن‌ها منتقل می شه به مغز انسان‌ها و حافظه ما. در ابتدای تکامل انسان در 250 هزار سال اول حافظه انسان مهمترین مرکز حفظ اطلاعات می شه. انسان پس از این که می تونه زبان و زبان سمبولیک رو یاد بگیره، اطلاعات دیگه از بین نمیره. اطلاعات به صورت حرفی زبان به زبان از پدر و مادر به بچه ها منتقل میشه، از همسایه ها به یکدیگر، از گروه ها به یکدیگر و اطلاعات در مغز و حافظه انسان ها در این جعبه حفظ میشه. از 5000 سال پیش که اولین بار نوشتن آغاز میشه، این اطلاعات به صورت نوشته شروع به حفظ شدن میکنه. اولین کتاب هایی که ما در تاریخ بشر داریم میبینیم که بسیاری از اطلاعات توی این ضبط شده. بنابراین در 2000 سال پیش اگر یک دانشمند یک کتابی رو مینوشت، چند نفر باید با صورت دستی اینو کپی برداری میکردن و احتمالاً تعداد معدودی دانشمند به این کتاب ها دسترسی داشتن. اما از بعد از گوتنبرگ و انتشارات چاپی کتاب ها در ابعاد میلیونی چاپ میشه و ما میدونیم که یک کتابی که در یک نقطه توسط یک نفر نوشته میشه به راحتی به دسترسی همه انسان ها میرسید. اما در دوران اخیر اینترنت نقش انتشار اطلاعات رو به عهده گرفته و اطلاعات، آگاهی ها، اخبار و انواع
تحقیقات مختلف بلافاصله میتونه به روی سایت بره و هر کسی در هر جا و هر نقطه دنیا میتونه از این اطلاعات استفاده کنه. بنابراین جعبه اطلاعات از ژن‌ها به مغز و حافظه و سپس وارد کتاب‌های چاپی و سرانجام اطلاعات ما بر روی اینترنت شده. در مقایسه که داکینز از میمتیک با ژنتیک میکنه، به جای ژن و دی ان ای عادات و عقاید ما رو قرار میده. یعنی مکانیزم به این صورته که اطلاعات در یک داستان، در یک عقیده، در یک عادت میمونه و همونطور که در ژن ها از پدر به فرزندان منتقل میشه، این اطلاعات نه تنها از پدر به فرزندان بلکه میتونه در نقاط مختلف از دوستان به یکدیگر، به همسایه ها نیز منتقل بشه. اما نکته دیگه که باید بهش اشاره کنیم، در این مرحله، در دوران انقلاب فرهنگی، اتفاقی که میفته انسان با انبار کردن آگاهی ها سطح اطلاعاتش بسیار بالا میره و اصولا فیضی جدیدی در تکامل و دگرگونی حیات به روی کره زمین ایجاد میشه. در این دوره انسان میتونه تفکر سیمبولیک پیدا کنه و میتونه جهان دور و بر خودش رو با نگاه جدیدی بررسی کنه. اما در دوران اولی اطلاعات بسیار محدود بوده. تا حدی ما از دوران خودمون اطلاع داشتیم اما به صورت کامل نبوده. راه حلی که انسان برمیگزینه و یا مجبور میشه انتخاب کنه آفریدن داستان‌های مختلفه. آفریدن عادات و عقاید مختلفه. این عقاید مثل یه چسب این گروه ها رو دور و بر خودش جمع میکنه و در بسیاری از نقاط حساس تاریخ به انسان کمک کرده تا بتونه مسائل پیش پای خودش رو حل کنه. باز نکته مهم اینه که این اطلاعات، این داستان ها، این آداب و عقاید مشخصا برای همون شرایط خاص انسانی راه حل داشته، جوابگو بوده و مؤثر بوده. پس بسیاری از عادات اولیه ما نیز میتونه ضررهای بسیاری در زمان حال داشته باشه. مثلا در جوامع اولیه دشمنی با کسایی که نمیشناختیم، زینوفوبیا، یکی از روشهایی بوده که باعث حفظ اون گروه میشده. در جوامعی که فقط 20 یا 30 نفر زندگی میکردن، رابطه با افراد خارجی بسیار محتاطانه بوده و این شک و حتی درگیری با این گروه های خارج از گروه خانواده یکی از وسایل و ابزاری بود که این خانواده ها رو حفظ میکرده. بنابراین بسیاری از عادات و آداب چند صد هزار ساله و چند هزار ساله قدیم باعث ضررهای بسیاری در جامعه کنونیه که باید اینا رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اما مکانیزم بعدی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم پروسه و جریان پیچیدگیه، کامپلکسیتی. تاریخ بزرگ معتقده که در پروسه که از ابتدا از 13.7 میلیون سال پیش آغاز شده و ادامه پیدا کرده یک مکانیزم غالب دیده میشه و اون مکانیزم اینه که همه چیز از سمت سادگی به سمت پیچیدگی در حال پیشرفتنه. اجسام، مقوله های مختلف، حیوانات و جوامع انسانی از شکل ساده شروع میکنه و در یک پروسه شکل پیچیده تر و پیچیده تر پیدا میکنه. اما ما میخوایم تعریف کنیم که این کامپلکسیتی به چه صورته، پیچیدگی چه مشخصاتی داره. بذارین در اینجا یک تنفس کوتاه بگیریم و بعد از تنفس به مقوله کامپلکسیتی یا پیچیدگی برگردیم و اونو ادامه بدیم. در پروسه و مکانیزم پیچیدگی تاریخ بزرگ اعتقاد داره که همه چیز از سادگی شروع میشه و در یک جریان به سمت پیچیدگی پیش میره.
کمپلکسیتی یا پیچیدگی چهار مشخصه اصلی داره. اولین مشخصه اینه که الف در این پروسه اجسام و مقولات به تدریج دارای اجزا و قسمت‌های بیشتر می‌شوند. اجسام و مقولات مختلف در ابتدا بسیار ساده‌تر از نظر اجزا و قسمت‌هاشون، اما در طول زمان به اینها افزوده میشه. برای مثال خورشید 75% هیدروژنه، 28% هیلیومه، 1.5% کربن، نیتروژن، اکسیژن و کمی هم نئون و آهن، سیلیکون، مگنیزیوم و سولفور داره. در حالت پیچیدگی وقتی که ما به کره زمین میرسیم، کره زمین نه تنها همه این عناصر رو داره، بلکه باقی و سایر عناصر جدول تناوبی ها هم داراست از آهن به بعد، و امیدوارم که در جلسات آینده آقای دکتر نیری اینو کاملا توضیح بده. و در یک سلول زنده علاوه بر همه این عناصر جدول تناوبی، ما بسیاری از مولکول های عظیم مثل پروتئین و سایر مولکول ها رو هم میبینیم. بنابراین اولین مشخصه این که اجزا و قسمت‌های بیشتری در اجسام و مقوله‌های پیچیده ظاهر میشه. دومین مشخصه اینه که این مقوله‌ها دارای استحکام نسبی بوده ولی سرانجام از بین می‌روند. همه اجسامی که ما در طبیعت باش رو هستیم دارای یک استحکام نسبیه. ستاره ها برای میلیون ها سال می درخشند. کرات مثل کراتی که در منظومه خورشیدی هستند، زمین، مریخ و سایر کرات برای میلیون ها سال در حال زندگی هستند، در حال وجود هستند، و همینطور حیات، حیوان های مختلف زمان های مختلف دارند. اما همه اینها یه دوره ای دارند، بعضی ها چندین میلیون سال، بعضی ها چندین هزار سال، بعضی ها چندین ساعت، اما همه اینها بعد از یک دوره از بین میرن. پس دومین مشخصه استحکام نسبیه که ولی سرانجام از بین میره. سومین مشخصه کمپلکسیتی یا پیچیدگی که بسیار مشخصه جالبیه و کمی پیچیده است اینه که اجسام پیچیده دارای کیفیت نخواسته یا emergent property هستند. در مسیر پیچیدگی ما به نقطه هایی میرسیم که این نقطه یا این جسم از اجسام قبلی ساخته شده اما دارای کیفیتی کاملا متفاوته که در اجسام اجزا و اجسام قبلی نمیتونیم ما اونا رو ببینیم. برای مثال هیدروژن و اکسیژن رو ما میدونیم که هر دوشون گاز بیرنگن، بسیار سبکن، نقطه ذوب و نقطه یخ زدنشون بسیار پایینه. اما وقتی که هیدروژن و اکسیژن ترکیب میشن یک پراپرتی جدیدی به وجود میاد، یک واحد جدیدی به وجود داد که ما آب مینامیم. آب یک ترکیبی از هیدروژن و اکسیژنه اما خودش مایع و با مشخصات کاملا متفاوت. و در ترکیبات دیگه هم این emergent property رو ما میبینیم. مثلا از دل ترکیبات معدنی مواد عالی به وجود میاد، از دل مواد عالی اولین تک سلولی ها و سپس حیوانات، از درون این شاخه این حیوانات سرانجام ما انسان داریم که کاملا مشخصات متمایزی داره. بنابراین مشخصه emergent property یا کیفیت نخواسته از مشخصات کمپلکسیتی یا پیچیدگی. سرانجام چهارمین مشخصه کمپلکسیتی اینه که در مسیر پیچیدگی بر انرژی این اجسام یا مقولات افزوده میشه. بگذاریم یه مثال بزنیم. اریک شیسن یک فیزیسیست و یک ستاره شناس
تخمین جالبی زده از مقدار انرژی موجود در مواد مختلف. البته همونطور که گفتیم این تخمین عددهاشو به صورت دقیق نگاه نکنید، ولی این جریان این ارقامو بهش توجه کنید. اریک شیسن این انرژی رو بر حسب انرژی یک گرم از ماده در یک ثانیه در اجسام مختلف به این صورت تخمین زده. خورشید این عدد 2ه، واحدش البته ارگه. در سیارات مثل زمین متوسط این مقدار انرژی 75ه، یعنی حدود بیش از 30 برابر میشه. مقدار انرژی در حیوانات به 20,000 میرسه. ببین که تمرکز انرژی از 75 به 20,000 میرسه و در انسان مقدار متوسط این انرژی 500,000 میشه. این ارقام یک نمادی از افزایش انرژی در موجودات از سیستم های ساده به کامپلکسیتی. اشکالی که در اینجا به وجود میاد یک اشکال فیزیکیه که یکی از قوانین فیزیک به نام انتروپی به ما میگه که سیستم ها همه از نظم به بی‌نظمی و از پیچیدگی به سادگی میرسن. انتروپی همون واقعیتی که شما اگه اتاقتون رو مرتب کنین بعد از 2 روز ببینین که همه چیز به هم ریخته، نظم همیشه از بین میره. بنابراین ما چجوری میتونیم کامپلکسیتی رو توضیح بدیم؟ آیا این کامپلکسیتی در مقابل انتروپی قرار میگیره؟ تاریخ بزرگ این مسئله رو به این صورت بررسی میکنه که در مجموع در هستی قانون انتروپی البته واقعیت داره، اما در تعداد محدود و نقاط خاصی مواد پیچیده شده ولی نقاط مجاور آنها در مجموع ساده تر می شوند. بنابراین تاریخ بزرگ اینجوری مسئله رو بررسی میکنه که در مجموع در هستی همه چیز داره به سمت ساده شدن پیش میره و نظم به بی نظمی تبدیل میشه، اما در نقاط خاصی طبق قوانینی که قبلا مطرح کردیم میتونه کامپلکسیتی پیش بیاد. در این نقاط میتونه انرژی به صورت موضعی و منطقه‌ای افزایش پیدا کنه، اگرچه نقاط مجاور و اجسام مجاور میتونن که انرژی خودشون از دست بدن. و ما وقتی که در فضا سفر میکنیم اینو به خوبی میبینیم. وقتی که از یک منظومه مثل منظومه خورشیدی که کرات نسبتاً به هم نزدیک هستند و داره انرژی بسیار بیشتری هستند، وقتی که دور میشیم میلیون ها میلیون فضای خالی و وکیوم که کمترین انرژی رو داره باید ازش گذر کنیم. پس انتروپی کل سیستم رو مورد نظر قرار میده، پیچیدگی نقاط خاصی در این مجموعه هستن. تاریخ بزرگ این پروسه رو در کل حیات و قبل از حیات میتونه برای ما توضیح میده چگونه اولین ذرات کنار هم قرار میگیرن، اجزای بیشتری پیدا میکنن و اولین عناصر به وجود میاد، اولین ستاره ها چگونه تشکیل میشن و گالکسی ها چجوری به وجود میان، به حیات که میرسیم چگونه مواد معدنی و مواد عالی سرانجام به فیز بعدی که حیات میرسن و در این مسیر همه چیز پیچیده و پیچیده تر میشن. این نگاه میتونه به ما کمک بکنه که قوانین دیگهی که راجعش صحبت کردیم و به همراه قوانین کامپلکسیتی در کنار هم بگذاریم و بینش جدیدی از همه چیز داشته باشیم. با توجه به این پروسه هایی که صحبت کردیم بگذارید چند تا سوال رو مطرح کنیم و به اونها جواب های در حد موضوعی که صحبت کردیم بدیم. البته قبلا گفتیم که در ساینس و در علم
یک تئوری، یک نظریه و یک جواب اصولاً مهمترین اثرش اینه که میتونه سوالات بهتری رو در ذهن انسان باز بکنه. اثرش اینه که انسان میتونه از زوایای بهتری مسائل رو ببینه و یکی از هدفهای علم و هدفهای تاریخ بزرگ اینه که با این سوالهای بهتر ذهن ما رو بازتر بکنیم تا بتونیم با اون چیزی که در روبرومونه برخورد بهتری داشته باشیم. یکی از سوالهایی که اما میشه یا به ذهن همه میرسه اینه که برداشت ما از دگرگونی طبیعی چیه و آیا این پروسه خوب یا بده؟ ما اینو تا حدی توضیح دادیم که قانون دگرگونی طبیعی یک پروسه واقعیه و این پروسه موتور اصلی همه تغییرات حیات بوده، از ابتدایی که ژن‌ها به وجود اومدن ظاهر شدن تا همکنون. اما مشخصه تکامل ژنی یا دگرگونی طبیعی اینه که مشخصا برای شرایط خاصی منظور میشه. این مشخصات جهان شمول نیستن و همیشگی نیستن و باید دقت بکنیم که قوانین دیگه‌ای هم در مواقع دیگه در حال کار کردنه. سوال دیگه اینه که آیا و اگر پروسه دگرگونی طبیعی خودش همه مسائل رو حل میکنه، دیگر چه نیازی به دخالت ما داره؟ یعنی اگه این که همه چیز داره به صورت طبیعی انجام میشه، پس ما چرا سعی میکنیم که مداخله کنیم؟ چرا نمیذاریم که همونجور که تا حالا کار کرده ادامه بده؟ نکته اصلی اینه که وقتی که به انسان میرسیم و جوامع انسانی میرسیم، چند مکانیزم دیگه که بهش اشاره کردیم وارد عمل میشه و چون که مکانیزم تکامل ژنی یا دگرگونی طبیعی سرعت بسیار کمی داره، به نظر میاد که تکامل فرهنگی دست بالا رو داره و قانون اصلی قوانین فرهنگیه. بنابراین آنچه که انسان داره انجام میده اینقدر سرعت تغییراتش شدید و قویه که نچرال سلکشن یا قانون طبیعی نمیتونه این مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین به دلیل سرعت آهسته تکامل ژنی ما نمیتونیم فقط به اینکه طبیعت خودش همه چیزا رو درست میکنه و مسائل طبیعی رو نباید دست‌درازی کنیم با مسائل برخورد کنیم. نقش فرهنگی و نقش انسان نقش بسیار عمده‌ای میشه. یه سوال دیگه اینه که آیا old wisdom یا خرد و حکمت قدما واقعیت قطعیه؟ آیا ما این قصه که در قدیم خردی بوده که از بین رفته گم شده، آیا این واقعیته؟ جواب این سوال هم منفیه. خرد انسان در هر زمان بر طبق آگاهی ها و اطلاعات همون زمانه و اصولا نمیتونه مطالب بیشتری و عمیق‌تری خارج از اونی که داره، اطلاعاتی که در اختیارش داشته باشه. انسان‌های چند هزار سال گذشته در جریان برخوردشون با شرایط جدیدی که به وجود میاد، عادات و عقاید جدیدی رو به وجود میارن. اصولا نراتیو یا داستان بخش مهمی از ذهنیت انسانیه. داستان‌ها عقاید، آداب به انسان‌ها راه‌ها رو نشون میده. اطلاعاتی که ما داشتیم در داخل این داستان‌ها به صورت ضبط شده دهان به دهان میمونه و اینها اون جعبه اطلاعات ماست که ما انسان‌ها با خودمون هم می‌کنیم. اما همونطور که گفتیم این اطلاعات محدودیتش اینه که در هر زمانی اطلاعات اون زمان فقط هست و اطلاعات دوران قدیم بسیار محدود بوده و برای همون شرایط خاص که ما مثال شیرینی و چربی رو برای شما زدیم که این اطلاعات در اون زمان کمک کننده بوده ولی اکنون حلال مشکلات ما نیست. به همین دلیل تکیه بر خرد گذشته جوابگو مسائل ما نیست. همکنون اطلاعات یک شاگرد
دانش آموز و یک کسی که در دانشگاه هست شاید از مجموعه اطلاعات قبلی انسانهای بسیار حکیم گذشته بیشتر باشه. البته رابطه ای انسانها و چگونگی برخورد این حکما با شرایط خودشون میتونه برای ما آموزنده باشه، اما مطالب اونها مسلما بسیار ابتدایی بوده. و مسئله دیگه ای که همکتون هم صدق میکنه، اطلاعات 30 ساله گذشته ما راجع به تاریخ، راجع به بسیاری از سوشال ساینس محدود بوده. من تمرکز زیادی دارم که اطلاعات 2 دهه گذشته رو با شما در میون بذارم که این مجموع اطلاعات به طور کلی بینش جدیدی رو برای کسایی که دوست دارن و یا نیاز دارن ایجاد میکنه. و سوال بعدی این که آیا در نفس و ذات انسان آگاهی های مهمی پنهان است که با تعمق و تأمل میتوان به آنها رسید؟ گروهی فکر میکنن که اگه بتونن بشینن مدیتیت بکنن و یا به عمق خودشون برن میتونن سوال ها را درون خودشون درارن. در درون انسان چیزی جز اطلاعاتی که ما بهش میدیم وجود نداره. البته یه سری عادات ژنتیک وجود داره، اما اغلب رفتارهای ما نتیجه محیط و آموزش اطراف ماست. برای همین اغلب انسانهایی که ما میشناسیم به عقاید و آداب قومیشون اعتقاد دارن. هر منطقه 99% آدماش اعتقاد به یک موضوع دارن و منطقه دیگه به خاطر آموزش متفاوت به اون آموزش اعتقاد دادن. و مهمترین بخش این اطلاعات ما در اون پنجره کودکی، اون دوران کوتاهیه که ما بسیاری از این اطلاعات رو وارد میکنیم از پدر، مادر، فامیل، دوستان و محیط مدرسه. و یک سوال و یک اشتباه رایج دیگه هم هست که گروهی میگن که ما فقط از 5% مغز خودمون استفاده میکنیم و ما گنجایش بسیاری داریم. این حقیقت نداره. هر انسانی از همه مغز خودش استفاده میکنه و اصولا مغز ما تقسیم بندی های درصدی نداره. البته با آموزش بهتر ما میتونیم شرایط بهتری برای مغز خودمون در کودکی ایجاد کنیم و بعد بسیاری از توانایی هامون بیافزاییم. بنابراین این 4 مکانیزمی که گفتیم، تاریخ بزرگ در صدده که با دادن این تصویر بزرگ همه چیز به ما و نشون دادن مکانیزم های مختلف بتونه عوامل و شرایط بزرگ رو برای ما توضیح بده و بررسی کنه و همه اینا رو در یک مجموعه در اختیار ما بذاره. هدف اصلی تاریخ بزرگ دوران اولیه آموزشی، برای اینکه خارج از 4-5 سال دوران اولیه کودک کاملا تحت اختیار پدر مادره، اولین دورانی که ما میتونیم اثر اجتماعی به کودکان داشته باشیم دبستان هاست. و تاریخ بزرگ یکی از اهدافش اینه که در اون دوره این اطلاعات جامع رو وارد بینش انسانی بکنه. بنابراین تاریخ بزرگ به ما میگه که انسان الان در دوران گذره، در دورانی هستیم که قبلا رفتار ما کم و بیش تصادفی، موضعی و منطقه‌ای بوده. هر منطقه، هر جامعه‌ای برای حل مسائل خودش یک سری داستان‌ها و عادات و روش‌ها رو برمی‌گزیده و در زمان‌های مختلف گروه‌های مختلف برتر بودن و سردمدار بودن، ولی سرانجام اون گروه ها بین می‌رفتن و گروه‌های دیگه ادامه می‌دادن. ما الان در نقطه‌ای هستیم که همه چیز جهانی شده. تاریخ بزرگ به ما نشون داده که ما چجوری میتونیم الان با روش‌های عقلانی از اون سلسله دگرگونی طبیعی خارج بشیم. یعنی به جای اینکه تصادفات و نیچر برای ما تصمیم بگیره، طبیعت برای ما تصمیم بگیره، ما در نقطه‌ای هستیم که اطلاعات کافی داریم که بتونیم پیشبینی‌های مناسب رو انجام بدیم. البته هر جامعه‌ای باید خودشو به سطح بالای جهانی برسونه، بعد خودشو به بهترین نقطه ممکن برسونه، اما گوشه نگاه همه ما باید به اشکالات جهانی مثل زیاد جمعیت، آلودگی، گرم شدن آب و هوا و به خصوص
بالا اومدن سطح آبها که به نظر میاد به سرعت داره اتفاق میفته. این نگاه کلی هم باید داشته باشیم و تاریخ بزرگ این پروژه‌ای که میخواد اینها رو همه رو به صورت یک مجموعه وارد مدارس آموزشی جوامع مختلف بکنه. ما در جلسات مختلف دنباله مبحث دوران دوم کشاورزی و جوامع متمدن رو خواهیم داشت. در اینجا میخوام از شما تشکر کنم از وقتتون و امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشین تا جلسه آینده.